بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت تمامی بینندگان عزیز که در این وقت و ساعت همراه ما هستند با یک برنامه دیگر از سلسله برنامه های پولسازی به سبک آراد. خب دیروز در خدمت شما بودیم در رابطه با در واقع ویژگی های ذاتی و اکتسابی یک مذاکره کننده خوب و حرفه‌ای صحبت کردیم. موضوعاتی مطرح شد، ویژگی های مطرح شد و راهکارهایی بیان شد در رابطه با اینکه ما بتونیم در مذاکره حرفه‌ای‌تر عمل بکنیم. امروز هم می‌خوایم در این رابطه به ویژگی‌های دیگه اکتسابی و ذاتی یک مذاکره کننده در واقع بپردازیم و در این رابطه بیشتر صحبت کنیم تا انشالله برای شما مثمر ثمر واقع بشه. خب همراه خانم باقری بزرگوار هستیم از تاجرین و سفیران آراد برندینگ و انشالله این موضوع رو با هم دیگه ادامه خواهیم داد. خانم باقری در خدمت شما هست. خواهش میکنم. منم سلام میکنم خدمت عزیزان و بزرگواران بیننده. نسرین باقری هستم در خدمتتون. انشالله بتونیم صحبت ها و مباحثی رو بگیم که برای شما کارایی داشته باشه. خواهش میکنم. خب دیروز به یک سری ویژگی هایی که پرداختیم، اهم از سلامتی و بنیه خوب جسمی و روانی یک مذاکره کننده خوب، اهم از اینکه ما بتونیم در واقع یک مذاکره کننده باشیم که چه برونگراییم به لحاظ شخصیتی، چه درونگرا هستیم، بتونیم اون مذاکره‌ای که داریم با طرف مقابل رو به سمت و سوی ببریم که یک رفاقتی، یک دوستی خوبی ایجاد بشه با طرف مقابل مذاکره، در واقع ما صحبت رو انجام دادیم. امروز خب به ویژگی‌های دیگه می‌پردازیم و از خانم باقری می‌خوام انشالله در رابطه با موضوعاتی که برای ما در واقع آماده کردن این صحبت رو ادامه بدم. بفرمایید. متشکرم. در ادامه مباحثی که دیروز صحبت کرده بودیم، یکی از مباحثی که میتونه خیلی مهم باشه به عنوان یک توانمندی یک مذاکره کننده، آراستگی ظاهری اون فرده. با توجه به اینکه حالا این گزینه یک پوان مثبته برای یک موفقیت مذاکره، شما به عنوان یک تاجر و یک فرده که حالا نماینده یک شرکت معتبر هست، باید ظاهر و اون پرستیژی که دارین خیلی مهمه که این رو به فرد مقابل نشون بده که شما یک فرد متخصص و در حقیقت متشخصی هستین. در حقیقت اون لایف استایل و نحوه پوشش شما خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. با توجه به اینکه خب اکثر افراد بصری هستن و در حال مذاکره حضوری در 3 ثانیه اول بر اساس اون ظاهر شما و اون نحوه پوشش شما میتونن این تأثیر رو حالا بپذیرن که شما یک فرد متخصص و مطمئنی هستید. در این حوزه خب نحوه پوشش خیلی مهمه. اون لباس هایی که فرد مذاکره کننده میخواد بپوشه خیلی مهمه. اون لایف استایلی که شما از خودتون نشون میدین به عنوان کسی که مطمئن هستین و معتبر هستین خیلی مهمه. که اگر فرد مذاکره کننده آگاه هست، بهتره از لباس های رسمی استفاده کنه، کت و شلوار استفاده کنه، بعضا از اکسسوری های استفاده کنه که بتونه اعتماد به نفس فرد رو بالا ببره. از حالا اون ساعت، اون حالا انگشتر یا حالا کیفی که داره استفاده میکنه بهتر از برندهای مطرح باشه. و نحوه ست کردن و حتی اون طیف رنگی که داره استفاده میکنه خیلی مهمه که بهتر از 2 الی 3 رنگ استفاده بکنه و از طیف های حالا خاکستری، مشکی و سرمه‌ای میتونه استفاده بکنه. اگر فرد مذاکره کننده خانم هم هست، مطابقا همینطور باید از مانتویی که استفاده میکنه رسمی باشه و در حقیقت اکسسوری هایی که استفاده میکنه، تزئیناتی که داره استفاده میکنه خیلی مهمه که بتونه این جلوه رو نشون بده. شما حالا هم اعتماد به نفستون رو میبره بالا، همین که اون دستبند، انگشتر و ظواهری که وجود داره روی لایف استایل شما موثره. نکته بعدی که میتونم در رابطش با صحبت کنم در واقع اون فضای مذاکره هست.
اون مکانی که انتخاب میکنیم بایستی از لحاظ دکوراسیون، از لحاظ آراستگی خیلی اعتبار بخش باشه و این ذهنیت رو برای اون مخاطبت ایجاد بکنه که شما یک فرد معتبر و متخصصی هستید و به عنوان حالا یک نماینده رسمی از شرکت باید همه این موارد رعایت بشه. گزینه بعدی که میتونه مؤثر باشه اون بادی لنگویج و زبان بدنی انسان هست. بله. که شما توی اون مذاکره‌ای که داری برگزار میکنین بایستی نحوه راه رفتن شما، نحوه نشستن شما و در حقیقت زمانی که دارید با خود مخاطب صحبت میکنید، حین صحبت‌های اون فردی که مخاطب تو هست بتونی با تکون دادن سرت اون رو همراهی کنی، اون رو تایید کنی که اینها باعث میشه تماماً حسای مثبتی رو برای فرد ایجاد کنه. حتی اون ژست و استایلی که دارید توی نحوه نشستن و نحوه قرار گرفتن دست ها میتونه اقتدار شما رو به فرد مقابل نشون بده. دقیقاً. خب موضوعات خیلی کاربردی بود. دوست دارم در همین زمینه من بست و گسترش بدم صحبت رو. خب ما چند روز پیش در همین برنامه جناب آقای جعفری از همکاران ما در رابطه با قانون 33 صحبت کردن. قانونی که در واقع به ما این رو در واقع میفهمونه که در 3 ثانیه اول، در 30 ثانیه اول در واقع هر اون چیزی که داشته باشیم برای ارائه، اهم از اکسسوری و در واقع اون ظاهری که اون فضایی که ایجاد کردیم برای مذاکره، ما 3 ساعت بعدی مذاکرهمون نتیجهش مشخص میشه و میتونیم برنده باشیم یا بازنده. خب جلوتر که میریم و خب اون فضایی که ایجاد کردیم، اون ظاهری که ایجاد کردیم در اون بینش اولیه و اون نگاه اول در دید طرف مقابل، میرسیم به اونجایی که میخوایم مذاکره ای رو داشته باشیم و اون اطلاعاتی که میخوایم بیان کنیم در رابطه با اعتبارات مجموعهمون، در رابطه با محصولمون و اینکه اون طرف رو راغب بکنیم برای خرید، میرسیم که خب نیاز هستش. اگر ما با یک تیم مذاکره روبروی طرف مقابل میشینیم، چه قبل از اون مذاکره‌ای که میخوایم انجام بدیم، قبل از اون در واقع قراری که درش حضور پیدا میکنیم، اطلاعاتی که قراره در اون جلسه بیان بشه، راجع بهش صحبت بشه، هماهنگ باشه. مثال میزنم خدمتتون. مثلا ما میایم یک فکتی رو، یک واقعیتی رو در رابطه با یک بازاری در جلسه بیان میکنیم. خب اگر قبل از جلسه ما هماهنگی لازم رو نداشته باشیم، شاید در این فکت ما، مثلا میگم شخص بنده در سال 2018 اون مورد رو بررسی کرده باشم و همکار بنده، کسی که در تیم مذاکره من وارد اون جلسه میشه، اون آمار رو در سال 2023 یا غیره بررسی کرده باشه و اونجا هنگام جلسه این در واقع ناهماهنگی باعث از بین رفتن اعتماد میشه. و همینطور موقع جلسه اگر ما به اطلاعاتی که داره رد و بدل میشه، صحبتایی که داره انجام میشه، چه از طرف تیم مقابل چه از طرف همکارای شخص بنده، اگر من دقت نداشته باشم و صحبتا رو ریزبینانه برای خودم یادداشت نکنم یا تکرار و مکررات میکنم، که دقیقاً همین موضوع باعث خستگی اون فرد میشه و شاید یه نکته‌ای رو من در ادامه صحبتم بخوام بگم که دقیقاً همون موجب اطمینانش میشه و دیگه اون رو نشنوه و بگه که خب آیه عتابی داره مکررات و تکرار صحبتهای همکارش رو توضیح میده. و همینطور ممکنه یک صحبتی که همکار بنده انجام داده رو یه جورایی با حرفی که دارم میزنم، صحبتی که دارم میکنم، نقض کنم. و اما در واقع ویژگی بعدی یک مذاکره کننده خوب و یک مذاکره کننده حرفه‌ای این هستش که بتونه وقت شناس بشه، چه در رابطه با اینکه ما قرار جلسه و اون ارتباطی که با طرف مقابل میگیریم باید به موقع باشه. مثال ما ساعت 11 شب نمیتونیم با مشتری خودمون، طرف مقابلمون ارتباط بگیریم، حتی برای اینکه برای فردا جلسه ای رو ست بکنیم، مگر اینکه اون فرد ماها و روزها با ما آشنا بوده باشه و همون رفاقتی که توی جلسه قبلی با هم صحبتشو داشتیم در واقع اتفاق افتاده باشه. مگر این موضوع اتفاق افتاده باشه، ما میتونیم
اون موقع تماس بگیریم. و یک مورد در رابطه با زمان حضور در جلسه است. اگر ما تأخیر داشته باشیم در جلساتمون به هر دلیلی، اصلا ترافیک باشه، اتفاقی افتاده باشه برای طرف مقابل، این اصلا در ناخودآگاهش در واقع تأثیر میذاره و چیزی نیستش که بخواد اون فرد در واقع بخواد طبق توضیحات ما از ذهنش کنار بزنه. اتفاقی که میفته اینه که اعتماد به نفس ما در همون ابتدای جلسه پایین میاد به خاطر تأخیری که داریم، به خاطر اینکه میخوایم عذرخواهی بکنیم از طرف مقابل اون بابت تأخیر، و همینطور اتفاقی که میفته اون فرد هم ما رو یک فرد وقتشناس نمیبینه و همون ابتدا ما بازنده وارد جلسه میشیم. خب دوست دارم در انتهای صحبت از صحبت و نکات خانم باقری هم استفاده بکنیم و انشالله پیش بریم. گزینه بعدی که میتونه مهم باشه اون توانایی جلب احترام و اعتماد مشتریه. خب توی مبحث جلب اعتماد یک اصطلاحی وجود داره به اسم حالا دمای اعتماد که بر اساس شخصیت‌های افراد این دما میتونه متفاوت باشه. در حقیقت یک سری از افراد هستن که باورپذیرتر هستن و اعتماد سازی برایشون راحت تر هست و از طرفی افرادی هم هستن که افراد نکته سنجی هستن، بسیار محافظه‌کار هستن و به سرعت نمیتونن به شما اعتماد کنن. کار برای این افراد کمی سخت‌تره و نیاز هست که زمان بیشتری رو برای اعتماد سازی براشون بذاریم و بتونیم بر اساس استدلال‌ها و مستندات بتونیم به مرور زمان اعتماد و دمای اون اعتماد رو برای فرد فراهم کنیم. در کل برای بحث اعتماد سازی یه سری نکات بیان میکنم که یکی از مسائلی که مهمه صداقت هست و اینکه شما بتونین رو راست باشین با مشتری، اون حس دوستانه، اون فضای دوستانه رو برای اون فراهم کنین و بتونیم این نکته رو برایشون واقف کنیم که یک سودی دو طرفه برای هر دوی ما توی این همکاری فراهم میشه. و نکته بعدی که میتونم بهش اشاره کنم بحث اقتداره. زمانی فرد مشتری میتونه به شما اعتماد کنه که شما رو توی مقطع قدرت ببینه و شما بتونین اقتدار داشته باشین و از جایگاه قدرت با اون صحبت کنین. این باعث میشه که فرد مشتری شما رو کننده کار و یک متخصص ببینه و در حقیقت در رابطه با حالا اون پرسونال برندینگ شما و اون پرستیژ شخصی شما خیلی مهمه که شما بتونین برندسازی شخصیتون رو برای مشتری طوری به نحوی بیان کنید که شما رو یک متخصص و یک معتبر ببینه. نکته بعدی که توی بحث اعتماد سازی میتونه مؤثر باشه در حقیقت بحث گوش شنوا داشتنه. این که شما بتونین برای اون مشتری به عنوان یک دوست همراهش باشین وقتی که مشتری داره صحبت میکنه، دلسوزانه اون رو همراهی کنید، تاییدش کنید، صحبتهاش رو قطع نکنین و بتونین یک مهر تاییدی داشته باشین در صحبتهای اون. اگر بخواد اون رو تخریب کنید یک حس منفی براش فراهم میشه. در کل این نکات ریز میتونه توی بحث اعتماد سازی مشتری مؤثر باشه و انشالله یک مذاکره موفق رو برای شما فراهم کنه. خب متشکرم خانم باقری. صحبتی که امشب انجام شد بیشتر حول محور ویژگی های اکتسابی یک مذاکره کننده خوب بود. امیدوارم صحبت های ما برای شما مثمر ثمر واقع شده باشه، بتونید به کار بگیرید و هر روز بیش از پیش پول و ثروتتون رو به افزایش ببرید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.